وزارت دفاع ملی میگوید که ترورستان در پیشبرد اهداف خود در سال 2017 که سقوط شماری از ولایت‌ها و ولسوالی‌ها به دست افراد این گروه بود ناکام شدند. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که سال 2018 سال سرکوب ترورستان در کشور است. ترورستا یا سرکوب میشه یا اسیر میشه یا وطن ما را ایله کنند برن از افغانستان. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که دو سال دیگر قوای مرزی با تجهیزات مدرن مجهز خواهند شد. از سوی دیگر چین قصد دارد یک لوای کویی را در ولایت بدخشان ایجاد کند. هدف از ایجاد این لوا تامین امنیت ولایت بدخشان و نظارت از عبور ترورستان به خاک این کشور گفته شده است. کشور چین تنها مصارف لوا را میتن، نه در او لوا مشاورش است، نه در لوا کار دارن، قطعا با چین هیچ چیزش ارتباط ندارد. در حال حاضر 12 عملیات در بخش های از کشور و عدد سرکوب ترورستان جریان دارد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان از افزایش ناامنی ها در بخش های از ولایت های شرقی نگرانی می کنند. ما غوښتنه د حکومت دا ده چې مشرقي ته توجه وشي او مشرقي د افغانستان دروازه ده. دغه دی څوک په ټوقه په ټکاره نه اخلي که خدای نخواسته وزن په مشرقي کې نوره خرابه شي، بیا به د کنټرول نه وځي. مرکزي حکومت او ولایتي چارواکي که چیرې د ولس ستونزې او داعش وسلوال نشي ځپلی، نو بیا دې په خپل افغاني غرور سره له ولس بخښنه وغواړي او استعفا دې ورکړي. این سخنان در حالی مطرح می شود که به تازگی فرمانده قوای هوایی کشور نیز از افزایش عملات هوایی بر ضد ترورستان در سراسر کشور خبر داده و گفته است که ترورستان در فصل سرما در امان نخواهند بود.